جا آتیش بود، همه چی داشت آب میشد. در رو که با کردم آتیش زد تو صورتم. باید زنم کمک بعد اون سرای داره اومد تو پتو به دست روید سمتم، ردم کردم وسط آتیشا، ولی خودش موند اون تو، خودش موند تو آتیشا. آقای اسماعیل کیا؟ بله بفرمایید. موردی پیش اومده، شما باید معاویه. امروز بعد از اون آقای اسماعیل اومد قنادی، گفت شب نشده اون خونه و هر کی که توشه رو آتیش میزن. حاج آجم مشتی گوشی و کامیار با سه تا شاگرداشون میشن پنج تا شاهد. همه چی مثل روز روشن، نمک نشناس. این روشنی روشنی لامپ مهتابیه، گنجیش رنگ کردن داداش. کی کرده؟ کی گنجیش رنگ کرده؟ واسه چی؟ سر چه سودی؟ کار بابام بوده که میخواست زنمو کباب کنه. ظاهرم من نمیدونستم که اکرم تو خونه ای ونک. وقتی بهت بد گفت اسمایی، وقتی گریت رو دیدم، مظلومیت رو دیدم، گفتم براش پاپوش درست کنم که زیادی داره واسه خودش چهار نل میره. کسی جواب نمیده، هر جا هوشی هست بچه هم اونجا نگرانی نداره، پس این مردمون کوشن. ای بابا شما کجا هستین؟ اکرم مرخصه. امیر حافظ کو چه میدونم، حیرون بیلون حیوانکی سر خطای باباش سرفکنده است، نه اینکه اسمایی بوده. ولی من میخوام این حرف رو درس بگیرین، هرچه میدونین تو دل خودتون نگه دارین. آه سر خدمتایی که به داداشت کردی و نمکتون شکونده حالا آج و واج بود. ای بابا چیه؟ شلوغ نکنی که حرف نزنم و میخوام حرف بزنم. فکر میکنی نمیدونم تو تلت کربلاست؟ میدونم ناراحتی بهت برخورده، انگاری سرتو کلا گذاشتن. میشناسمت، ولی طاقتشو نداری بشنوی کسی پشت سر داداشت حرف میزنه. بشنوی اکرم تو دلش چی میگه، افسر چی میگه. میدونی مقصرها، ولی تحمل نداری بشنوی. اگه منم حرف بزنم ناراحت میشی. بله آدم گوشت تن خودشو بکنه بذاره تو دهن داداشش، بعد همون داداش بخواد زندگی دخترشو با آتیش بکشه. انگاری تو هم یه سیخ دستت و میخوای منو کباب کنی. چیو میخوای به من بگی؟ چیزایی که میدونم و
چرا صدای منو در میاری اونم جلو چهار تا بچه؟ اگه غروبه شب جمعه یه علنگو میرفت تو دست من، قبل از غروب همون پنجشنبه لنگه همون علنگو رو میذاشتی کف دست اسماعیل واسه یه انسی. تلویزیون رنگی مود شد، اول کارتونش واسه اسماعیل باز شد، بعد واسه من. توری ساتن خریدم و گفتم بزرگ ببین چقدر قشنگه، گفتی قشنگترین بود که دو مترشم واسه انسی میخرید. نازن روزگارم اگه حتی یه بار تو دلم گفته باشم چرا. گفتم داداشم از بچگی یتیم بودن، مهرشون به هم دوبله است، پس بزرگ باید هم داداش باشه هم باباش، از یه خونن. پس وقتی داداشن و از یه خونن، چرا ما زنا نباید یکی باشیم و خواهر باشیم؟ اینا رو به خودم گفتم و چسبیدم اسماعیل و زنشو. اما حالا دیگه نه، تا پای آتیش گرفتن دخترم پیش رفته. میخوای حرف نزنم؟ خب حرف نمیزنم، ولی از اون ورم نمیذارم قدم از قدم واسه اسماعیل برداری، سند بذاری، از زندون بیرونش بیاری، دنبال کاراش بری. نمیذارم واسه اون اسماعیل جلاد و زن چیستپیدش قدم از قدم برداری. بس دیگه، بس کن. لا 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 لا. خوبی؟ خوبم. تو برو به بچه‌هات برس. میشه موبایلم بدی؟ میخوام ببینم امیر حافظ کجاست. الو، الو، سلام افسر جان. خوبی بابا؟ الحمدلله خواهرت هم که به خیر گذشت. چرا خونه است؟ باشه میاد دنبالت. آره خوبه. نه چرا بد باشه؟ باشه الان راه میفته. من اگه اهل زیر و رو کشیم بودم، جوری زیر و رو میکشیدم که تو نبینی و یاد نگیری. ترسم از الان و امروزی هاست. ما دیروزی ها شکل بدیمون با امروزی ها فرق داشت، تومنی فرق داشت. بدی داشتیم آره، ولی نه اونقدر که پدر و مادرمون رو مشغول ذمه گناه اولاد کنیم. آتیش میگیری دستت میری خونه مردم رو کم کنی؟ آتیش را بندازی و به شش تا طبقه برس و یه سنایدار رو جزغاله کنی؟ من این که باباتم دارم میگم، من این که باباتم دارم میگم، خیلی نفهمی، خیلی بیوجدانی، خیلی بیعقلی. ولی توی بیعقل باید باشی، باید سربسته باشی، باید گندش در نیاد، چون زن داری، بچه داری، بابا داری. همین توی که لایق کشیده منی. اگه نباشی نیستم، مردم، مردم نیستم، چون باباتم بلاکشم، بیچارم، بیچارم که میخوام شریک گناهت بشم و میگم مخفی کاری کن. از امروز تا هزار سال دیگه موشی، هر اتفاقی برای اون سرایدار افتاد، هر اتفاقی برای اسماعیل افتاد، باید دهنت بسته بمونه.
سلام. سلام. برو دیگه. همین؟ بیچرفی میری؟ حرف که زیاده، بابات گوشه ای زندونه. پس میخواستی بهش جایزه بدن؟ پس هیچ حرفی نیست. هست. بابا تو میشناسی یا نه؟ اگه میشناسی پس هیچ حرفی تو بیگناهیش نیست. من اینجوری نمیبینم، من حرفش ایش تا شاهده من نمی کنم به چسبم به اما لطیفه میدونه؟ میدونی پسرت چی کار کرده لطیفه خانم؟ میدونی؟ خونه من آتیش زده با زنم، پسرت با زنش، برای تعریف نکردن؟ چه جالت بکشم از زمان بزرگ، از زنم، از همه. آخه اسم اینم باباست، اسم اینم مادره. بیاین تو گوش، واسه حرف حساب نیست. چی شو بنسی؟ تو بازداشتگاه. اسماعیلو دیدی؟ نذاشتن. بزرگو چی؟ دیدمش مثل ماهی که از آب افتاده باشه بیرون. دویدم سمتش، روشو برگردم. اگه سرایی داره ببینه جرمش میشه قتل، جرم نکردش، فهمیدی؟ اعدامش میکنن. اصلا تو چرا اون بره خطی وقتی منو بابا تیم بریم؟ چرا تو باید اولین کسی باشی که سعی میزنی به شیشه ای رو خونه؟ بابا تو دارن میکشن، جرم بهش میبندن که تو یتیم بشی، که من یتیم بشم. گم شو برو، از رو دست این اون رو نمیسی کن، از رو دست عمود، از رو دست کامیاب، برو به چسب شاهد. اصلا تو بچه من نیستی، تو گز من نیستی. گز من اسماعیله، گز اسماعیل منم. 50 تا مردم، 50 تا زنم، خودم قلمه با تو خورد میکنم به سره یه بیخاصیت. Thank you.
باید بیاریمش بیرون، باید براش وکیل بگیریم، باید سند بذاریم، باید جون بذاریم، باید همه تلسما باطل میشه. تو آروم باش، تو پر و پای مردم فوشم. اومدم واسه طلبکار شدن، اما انگار بدهکار شدم. آره بدهکار شدی، چون صداتو بردی بالا. از سر اینکه حالش بد شد وایسادم، سر اینکه مرد تو خونه نیست، وگرنه میری سراغ ناصر خان بتول، بهش میگی لطیفه گفت صبح اول وقت با اون حاج آقای وکیل قشقابی، همون دوستش که وصیت نامه منو تنظیم کرد، میای اینجا. اگه خواب بود بیدارش میکنی و بهش میگی. تو پر پای مردم بهمون فوش میدم. قشنگه مگه نه؟ لامپه دیگه. خب میدونم لامپه، ولی لامپ خونه خودمونه ناصر خان. خیلی وقته که عوضی خونه داشتن کرده بودم. خب حالا داریم. حالا هم خوش شهر بانم، انگار که باز شده 20 سالم، باز هوا خورده به سرم. خب حتما این هوای آسیه خانم خدا بیامرزه که خورده به سر. چی رو به چی میرسونی زن؟ خب چرا هیچ وقت از زن اولت نمیگی ناصر خان؟ میدونم همه داغشی، نگو که نه. داغی من از سر بدهکاری به آسیه است. من بدهکاری رو از خودم به خدا شروع کردم تا رسوندم به خلق الله، رسوندم به زنم، به بچه‌ام. وقتی میگم 20 سالگی، 20 سالگی یعنی دوران خوش زندگی. آشناتون بود از اول؟ آسیه خانمو میگم. تا
تا حالا نگفتی، همش هی میگی به وقتش میگم به وقتش میگم. خب هم وقتش که ناصر خان، الان بگو دیگه، حالا حالت هم خوبه ها؟ بگو ناصر خان، از زنت بگو، از بچت، از قتلی که کردی، زندونی که رفتی، ها توبه‌ای که گفتی هیچ وقت نشکندی، بگو دیگه تو رو خدا. اگه گفتم اون تموم شد دیگه چشمام شهلا نیستا، بگم. چشات شهلا نیست؟ ها گرفتم چی میگی، چشات شهلا نیست، فهمیدم منظورت چیه. خب باشه، خب من کاری به چشات ندارم، بگو، من دوست دارم بدونم ناصر خان، بگو دیگه، بگو. شاگرد کفاش شدم. خب اینو میدونم، قبلا گفتی از بقیه شد. اوستان روزی دو سیخ کباب میخورد، پنجشنبه ها با برنج، بقیه هفته بدون برنج. از اونی که میگفتم پول میذاش کف دستم، منو راهی میکرد تای پامنار کبابی هاشم گنده. تو کبابی هاشم گنده پر بود از شاگرد پاده های همسن و سال من که اومده بودن دنبال کباب برای اوستا کاراشون. آخ 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 کباب حکایت گل بود و من شاگرد پاده شکم خالی حکایت زنبور. نشستن و خوردنم که از جیب همیشه خالیم بر نمیومد. آخه خب میمون بو کشیدن. یه روز که دختر هاشم گنده کباب روزنامه پیچ کرد و داد دست. خب دیگه از بو کشیدن گذشت. از نون سنگک روغنی شروع شد تا رسید به ریحون و کباب. ریحون آخری که گذاشتم تو دهنم دیدم ای دادی ویدا، یه سیخ کباب و دخلش آوردم. زدم تو سرم، زدم زیر گریه. اگر روسا میفهمید به میخم میکشید. خب وقتی میگم گریه، از اون گریه ها با عشق میرفتم گله گله شکمو. اگه بیرونم میکردن، اگه از کار بیکار میشدم، اوه 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 تنها نوناور خونه من بودم، قیامت میشد. مشتری ها حاجبات گریه من بودن که یهو دختر هاشم گنده یه سیخ کبابو بدونی که باباش بفهمه پیچید لای نون و روزنامه پیچ کرد و داد دستم. انگار فهمیده بود که چی کار کردم. اشک و چشام هر دو خشک شدم. خشک دختری شدم. اسمش آسیه بود. زیره بارش می زدم که رفتم خواستگاری آسیه. هاشم گنده از چاقی و چربی مرده بود. مونده بود زنش و دخترش و اون کبابی. منم یه سیبیل پشت لب گذاشتم و به مفخوری عادت کردم. من گردن کلوفتی رو با زدن زنم شروع کردم. بعدش هم تریاک و شیره و چاقو و شرطبندی و قمار و تلکه و باجگیری و دعوا تا رسید به قتل و زندان و اعدام. چشم راه اعدام بودم که خبر رو بردم مادر آسیه مرده. چند وقت بعد صدام کردن و گفتن حکم اعدام لغو، به جاش 3 سال حبس. میدونی چرا؟ چون آسیه کبابی هاشم گنده رو به جای دیه داده بود خانواده مقتول. تو بند ما یه قشقاوی نامی بود که سیاسی بود، اصلش وکیل بود، الانش هم هست. خیلی با صفا بود، خیلی با معرفت بود، خیلی کار درست بود، جون میداد برای بزرگتری. تو همون زندون پرم به پر باصفاش گرفت و توبه کردم. برای توبه کردن لازم نیست بری سمرقند. یه غلط کردن میخواد قد باز کردن دوتا چشم، قد دیدن محبت های یومیه خدا. روزی که از زندون آزاد شدم زمستون بود. از اون زمستون های سرد و خشک و بی برف و بارون. وقتی رسیدم خونه، خونه نگو، بگو قبرستون، سوت و کور.
یه سیاهی هم زده بودن دم در. روز سومش بود. آسیه تو همون زمستون اون سال زکام شده بود. ریشه خوش کرده بود و خوابیده بود زیر خاک. نمیدونم قبل از مرگشم محمدی رو دست کی سپرده بود. هرچی سراغ گرفتم هیچ که هیچی نمیدونست. محمد. گفته بودم یه پسر دارم اسمش ممله. مملی. شهربانو، گذشته برای من ایام ناخوشیه. نپرس از من. شهربانو، چیزی شده؟ این سیمش خراب بود، زدم جرقه زد، سوخت. عیبی نداره، من اینا رو میبرم برای امیر حافظ، شما برید استراحت کنید. چیزی شده ناصر خان؟ بابا من میخواستم امشب این پرده ها رو با هم بزنیم. بذار برای فردا. نه، الان ذوقشو دارم، بریم. منم ذوقشو دارم، ولی فردا هم روز خداست. امیر جان، صبح من میاد دنبال آقای قشقاوی یا میخوای بخوابی؟ خوبه که جان نیستی ناصر خان. از زورم نمیرسه، نه زور عقلم، نه زور فهمم. داد میزنم به ضررم میشه، داد نمیزنم به ضررم میشه. بابات پیت نفع گیره دستشو بخواد زنه تو آتیش بزنه، مادرت بزنه تخت سینه تو بگه باباتو دارن اعدام میکنن، یه بی غیرت هم بچسبونه بهت، بعدم حالش بد شو ببرنش. مامان لطیفه صبح منتظرتونه. زهره ترک میشه بابا جون. ماشینم استارت نمیخوره. قراره برم بیمارستان دنبال مامان اکرم، سر بچه اکرم. سویی چرا؟ پاشو تنبل، این روزا بزرگ دل و دماغ نداره، برو دم دست مادر زنت باش. مغازه هم امروز نگه. افسر جان برو یه چایی بریز بیاد بخوره با هم بریم. ما
منم میرم سر ساختمان ونک فرم بیمه رو پر کنم. از اون برم میرم پیش بابات. کارش دارم. ده برو دیگه بابا جون. سمتون بیمارستان و آیسیو پیدات نمیشه. فهمیدی؟ الو داوود جون. علیک سلام. گوش کن چی میگم. میری به این بیمارستانی که میگم. تو آی سی یو سراغ یه بیمار 70% سوختگی رو میگیری. سراغ حالش و وضعیتش. بعد پیگیرش رو ببین خونه زندگیش کجاست. آدرس، تلفن. بی سر و صدا. شنیدی بابا؟ چشم آقای کامیار. چشم. رنگ زردم را ببین، برگ خزان را یاد کن، با بزرگان کم نشین، افتادگان را یاد کن. مرغ صیاد تو هم، مرغ صیاد تو هم، افتادم در دام. گفتم بالا نمیشه. چرا نمیشه؟ یا بکش یا دانه ده، یا از قفس آزاد کن. چی میگی تو؟ چه این موس میکنی؟ شر به پا میکنی؟ زندگیمون نابود کردی؟ بسته بود؟ نمیدونم چی میگی. چرا خوب میدونی؟ کامیار کیه؟ به اون چه مربوطه که خواستگار من کی بوده و کی نبوده که حالا توی شیپور کرده؟ واسه چه گذاشتی که به دستش؟ آها، قضیه اینه. های اسماعیل در اومدی. وایسا بینم. یه مرد زندار بازی میکنی؟ یه مرد زندار اگر آبرو داشته باشه نمیره خواستگاری زن مردم. کدوم زن مردم؟ خواب دیده خیر باشه. ما یک سالی که طلاق گرفتیم برگشتیم تو کار. اساسا چی نمیری زنش بشی؟ واسه که نمیخوام شوهر کنم. چرا پاش در میای؟ واسه که اونم پای خونه وادم در اومده. مرد خوبیه. به برادرم به مادرم خدمت کرده.
یه کلام گفت سلام، گفتم 20 سلام، اونم رفت. چرا شر به پا می‌کنی؟ با چه خواستگاریشو به گوش برادرم رسوندی که بگیرن زیر بار کتک؟ اصلا من تو چه ربطی به هم داریم؟ ربط داریم چون دوست دارم. تو چه زرورق چیز دیگه‌ای هم تو این دنیا سرت میشه؟ سرم میشه که ترک کردم. سرم میشه که میگم دوست دارم. همین کامیار. اصلا ببینم. تو از کجا چنگ زدی و زمین رو کندی و رسیدی به کامیار رو در گوشش خوندی که اسماعیل نذاشته مادرم رضایت بده ها؟ دلگی میکرد و دور و برت میپلکید. حرف از خواستگاری بهت زده بود. گذاشتم تو کاسه‌اش. آها. پس رفتی دروغ گفتی. شر به پا کردی که دروغ گفتم؟ جون مادر دروغ گفتم به کامیار؟ اسماعیل انگولک نکن مخه مادرتو. همین کامیار بدبخت. کامیار کیه؟ کامیار کامیار اینه. کامیار اینه. گفتم میخوام کاسب بشم، ترک کنم این وانتو، انداخ زیر پا. هفت پشت غریبه است ولی اعتماد کرد. تو که 4 سال زنم بودی، زیر یه سقف بودی باهام. چند ماه دنبالت دیدم که بابا غلط کردم، اعتماد کن، برگرد ها. من مال مسافرخونه نیستم، مال آوارگی نیستم، چرک و چون نیستم. تو که میگی کامیار کی، خودت کی؟ یه قدم بیا جلو، بیا ببین شیرجه میزنم برات یا نه. دست از سر زندگی بردار داوود. نه، تو هر چی میخوای بگی بگو، ولی من تو رو زن خودم میدونم. طلاق غیابی گرفتی؟ باشه، دوباره عقدت میکنم باز. طلاق گرفتی چون معتاد بودم، الان که ترک کردم. ببین من زبون نفهمم، عاشقم و زبون نفهم. دارم بهت میگم هر کی هر کی دور و برت بپلکه دور و بر آتیش بلکیده. حالا چه میخواد اسماعیل باشه، چه داداشت باشه که نذره برگردی سمت من، آتیش میزنم. خلاص داوود. چی داوود؟ الو. سلام آقا. چه خبر داره جان؟ آقا اون سر اداره اون بهش به دنیا نم. سرایدار سوخته تون ساختمون فوت کرد. دخل اون خدا بیامرز به شما چیه که اینجوری ریختتون به هم؟ دیدنت احمد. آقای قرار بود حسد بکشم که پای تو وای نمیستادم. آتیش زدن اون خونه کار من نبوده. برام پا پوش درست کردن. میگم بریم شما.